سرخط خبرها. دستور روحانی برای بازگشایی اماکن زیارتی ایران از فردا. بعضی از استانها میگویند وضع شیوع کرونا بحرانی است. جهش سریع همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکای لاتین. چین میگوید در 24 ساعت گذشته مورد جدیدی از ابتلا به کووید 19 نداشته. گزارش وزارت خارجه آمریکا از 14 فعالیت‌های فرامرزی ایران. واشنگتن میگوید تهران در 360 ترور هدفمند نقش داشته. و دانستنی‌های حیاتی درباره موج دوم شیوع کرونا. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که این کشور وارد مرحله مهار ویروس کرونا شده و به همین دلیل اماکن مذهبی، اداره ها، موزه ها و مکان های تاریخی از فردا بازگشایی می شوند. وزارت بهداشت هم گفته 80% مبتلایان جدید کرونا علائم خفیف از خود نشان می دهند. بر اساس تازه ترین آمار رسمی در شبانه روز گذشته نزدیک به 1900 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده و 59 نفر هم جانشان را از دست دادند. علی همدانی گزارش می دهد. تبلیغات گسترده رادیو تلویزیون ایران درباره شمار بالای مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای غربی شاید برای اثبات ادعای موفقیت ایران در مهار آن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در جلسه امروز ستاد مبارزه با کرونا از گسترش روند بازگشایی ها خبر داد، چون به گفته او ایران وارد مرحله مهار کرونا شده. بازگشایی اماکن مذهبی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در دوران شیوع ویروس کرونا در ایران پس از عید پایان ماه رمضان. اماکنی که به اعتقاد برخی دیر کرد در تعطیل شدنشان مثلا در قم از جمله عوامل شیوع ویروس کرونا در ایران بود. حسن روحانی از بازگشایی اداره ها، موزه ها و اماکن تاریخی هم خبر داد. از 10 خرداد ادارات همه کارمندان اداری در محل خدمت خودشان حضور خواهند یافت، البته با مراعات همه دستورالعمل‌ها. در ابلاغی هم که میشه نکات ریز این مسئله گوشزد میشه به کارمندان عزیز. ساعت کار اداری هم 7:30 صبح خواهد بود تا 2:30 بعد از ظهر. اینجا یک مرکز انجام آزمایش تشخیص کرونا در شیراز. فاصله گذاری اجتماعی معنا ندارد. مرحله نهایی بازگشایی ها در ایران در حالی اعلام می شود که شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 که توسط دولت اعلام می شود از سوی بسیاری با تردید روبرو شده. همینطور بر اساس آمار رسمی شمار آزمایش های انجام گرفته در ایران در مقایسه با کشورهایی با جمعیت مشابه اندک بوده. 781286 تست پی سی آر تا این لحظه نهایی شده توسط همکاران ما در نظام آزمایشگاهی کشور و باید بسیاری از کشورها بازگشایی ها را مشروط به افزایش ظرفیت آزمایش های روزانه و امکانات درمانی کردند. اینجا در آلمان با جمعیتی تقریبا برابر با جمعیت ایران زمانی مرحله اول روند تدریجی بازگشایی ها آغاز شد که بیش از 3 میلیون آزمایش تشخیص ابتلا در این کشور انجام شد و ظرفیت انجام آزمایش از روزی 100 هزار نفر گذشت. ظرفیتی که گفته شده در ایران حدود 10 هزار آزمایش در روز است. آقای روحانی اما میگوید این آغاز مرحله چهارم بازگشایی هاست. مرحله به گفته او مهار کرونا. آقای روحانی هشدارها درباره بازگشایی ها را هراس افکنی خواند. عده‌ای دنبال هراس افکنی هستن. این رو هم نباید بپذیریم. بعضیا هستن میخوان فضای روانی جامعه رو ناامن کنن. بعضیا هستن میخوان الغا کنن به مردم که وضعیت غیر قابل بازگشته. اینجا بیمارستان سینای اهواز، استان خوزستان از استانهایی است که جهش در شیوع ویروس کرونا در روزهای گذشته خبرساز شده. مسعود مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های عفونی گفته حدود 10 استان مانند خوزستان، کرمانشاه، سمنان یا برخی مناطق تهران هنوز در وضعیت هشدار هستند. معاون استاندار سیستان و بلوچستان و استاندار لرستان هم وضعیت این دو استان را قرمز خوانده.
گورستان‌هایی که شاهد کفن و دفن‌های عصر کووید 19 بودند، در ایران که وضعیت کرونا در آن همچنان در حال ازدحام است. علی همدانی، بی بی سی. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن با ما هستند. آقای دکتر، بازگذاشتن جاده ها برای سفر مردم و همینطور این تصمیم به بازگشایی اماکن مذهبی و فرهنگی از فردا چقدر توجیه پذیره در حالی که بعضی از شهرها هنوز در وضعیت قرمز قرار دارن، از جمله مشهد که دارن میگن که الان ترافیک به سمتش هم بسیار زیاد شده؟ بازگشایی اصلا هیچ جنبه علمی نداره و فقط فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هست که مجبور شده آقای روحانی چشم در چشم مردم اینقدر واضح هم آمار رو در واقع غیر واقعی جلوه بدن و همین که سخنانی بگن که خودشون هم مطمئنم که باور ندارن. این که آقای روحانی میگن هراس افکنی عده‌ای دارن در جامعه میکنن، آیا مرگ هراس نداره؟ آیا از کار افتادن ریه و عوارض جانبی که این بیماری برای تمام عمر داره، آیا این هراس نداره؟ پس ما باید منطقی و علمی مطابق با آمار پیش بریم. در جامعه‌ای که مثل ایران که آمار غیر واقعی در واقع داره ارائه میشه و ما اطلاعی نداریم که آمار واقعی چی هست و مردم نامحرم هستند در مقابل این آمار، واقعا این رویه و پیش رفتن و بازگذاشتن همه ارکان جامعه برای اینکه دوباره برگرده به حالت عادی اشتباهی جبران ناپذیر هست. واقعیت این هست که اگر ما از آمار واقعی اطلاع داشته باشیم میتونیم شاخصهای همگیری رو بررسی بکنیم، ببینیم کجا واقعا ضربه پذیر هست، کجا امکان شیوع بیشتری هست، اونجاها رو کنترل بکنیم. اینی که همه مسئولیت‌ها رو بندازیم گردن مردم، این شانه خالی کردن از مسئولیت هست. دولت مرکزی و مرکزیت مسئول ارائه راه حل‌ها و طریق‌هایی است که مردم ملزم به اجرایش بشن. اینه که ما همه رو باز بذاریم و مردم رو مسئول بذاریم و بعد گناه رو بندازیم گردن مردم، این شونه خالی کردن از مسئولیت است. پس کجاست مسئولیت این مرکزیتی که باید بر اساس آمار منطقی و بر اساس یافته‌های علمی اقدام به بازگشایی مرحله به مرحله بکنه؟ و اونچه که ما داریم می‌بینیم در شهرهای مختلف خلاف اون گفته‌های آقای روحانی و بقیه مسئولین دستن در کار هست. شما اگر قرار بود که مشاوره بدیم به دولت ایران با توجه به حالا همین آمار رسمی که داریم، چون آمار واقعی رو که کسی بهش دسترسی نداره دقیقاً چقدره، شما چه توصیه‌ای می‌کردین الان برای کنترل این بیماری در این شرایط؟ خب اگر ما ناگزیر به بازگشایی هستیم، اول این که مشاغلی که ضرورت به بازگشایی ندارن، بعضی از تجمع‌های مختلفی که نیازی نیست، اونها رو نباید الان بازگشایی بشه. نکته دیگه کنترل‌های بسیار شدید هست. زمانی که ما دستور بازگشایی در یک منطقه میدیم، اونجا باید تمام افرادی که در اون منطقه هستن تحت نظارت دقیق قرار بگیرن، به محض بروز علائم کنترل بشن، تست بشن. با شرایطی که در حال حاضر ایران داره، یعنی حتی 30 برابر هم اگر تعداد آزمایش در روز رو افزایش بده، باز هم به این کنترل ها نمیرسه. اینها در واقع علائمی هست که نشون میده بازگشایی ها بدون کنترل بوده. اگر بخوان بازگشایی درستی انجام بشه، باید همراه باشه با تست های بسیار زیاد از افرادی که دارن در مجامع عمومی حضور پیدا میکنن، از بیماران باید تست بشه، بیماریابی بشه، که اگر یک جای بازگشایی شد و بیماری شیوع پیدا کرد، بلافاصله ما اونجا رو باز کنترل های بیشتری براش انجام بدیم. ولی اینکه بازگشایی بدون هیچ کنترلی باشه، بدون افزایش تعداد تست و کنترل و بیماریابی باشه، نشون دهنده این هست که در واقع ما بدون کنترل داریم این کارها رو انجام میدیم. خیلی ممنونم ازتون دکتر محمد کاظم عطاری از واشنگتن. همزمان با گسترش ویروس کرونا در افغانستان، وزارت بهداشت این کشور هشدار داده که اگر مردم اصول بهداشتی را رعایت نکنند، روزهای عید روزهای مصیبت و اندوه خواهد بود. در حالی که در شهرهای بزرگ از جمله کابل محدودیت‌های رفت و آمد عملاً برداشته شده، وزارت صحت گفته که خواهان برقراری دوباره این محدودیت است. شمار مبتلایان به کرونا در افغانستان حالا از 10,000 نفر گذشته و منحنی سعودی آن شیب تندی پیدا کرده.
عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه ولایت هرات از این شهر با ماست. آقای تمنا، والی هرات گفته که در 60% خانواده ها علائم کرونا دیده شده و محدودیت های رفت و آمد هم اعمال نمیشه. وزارت صحت در این باره چه کار کرده؟ به نام خدا، وزارت صحت خواسته خود را تکرار کرده و خواهان از این است که محدودیت ها و منع تردد بماند و همچنین فاصله اجتماعی رعایت بشه، خصوصا در ایام عید که مردم دید و بازدید میرند و خانه های هم میرند. ما خواهان یک سلسله مقیدات بیشتر شدیم و خواهش کردیم هم از مردم و هم از دولت که به فاصله اجتماعی رعایت بکنند و در بحث نماز و همچنین در دید و بازدید های عید و مصرف تنقلات و یک سلسله قواعدی که ما فکر میکنیم گردش ویروس وحشی تضعیف میکنه، اینا رو با شدت از مردم خواستیم و توقع داریم که رعایت بشه هم از جانب مردم و هم از جانب دولت. چقدر فقط این در حد درخواست مونده اینکه مردم فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنن؟ آیا دولت مکانیزمی رو اعمال کرده که واقعا بشه این کارو کرد، یا مردم به خودشون واگذار شده که این کارو انجام بدن؟ در روزهای عیدی مقیدات خواهد بود، از فردا ترددها محدود خواهد شد و همچنین ارتباطاتی که با علما، روحانیون، متنفذین و اقشار مختلف جامعه از طرف اداره محلی و صحت عامه گرفته شده، ما فکر میکنیم که یک مقدار مؤثریت داشته. به دلیل افزایش شیوع یک مقدار باورهای مردم هم ازدیاد پیدا کرده و باور دارند که حالا کرونا با اون وحشت خود هست و ما امیدواریم که در روزهای عید رفت آمده و تردد کم شه و ما شاهد شیوع موج بعد از عید. آقای تمنا، شما از صحت عامه هرات هستین. خیلی ها در هرات گفتن که اصلا دسترسی به تست ندارن، اینکه میخوان که تست بشن دارن علائمی رو نشون میدن ولی اصلا همچین امکاناتی براشون مهیا نشده. پاسخ شما چیه؟ ما در حدود بیش از 5000 تست انجام دادیم تا حال و در بین از 2611 نفر مثبت هست که کشف شده، دلیلی است که کار شده. خب از اون جایی که تست پی سی آر در ولایت ما جدید آمده، امکانات جدید است و بعضی ابزارهای از اون ممکن است در کل کشور و در کل دنیا کم بشه، مدت تاخیر میشه. مثلا ما یک دو روز گذشته با مشکل نمونه گیری برخوردیم که از دیروز عصر حل شده. فکر نمی کنید یه مقداری دیر باشه آقای تمنا، با توجه به اینکه افغانستان جزو کشورهایی بود که به هر حال دیرتر کرونا وارد شد، ولی به نظر میرسه که این آمادگی رو نداشت برای اینکه در سطح گسترده مردم را آزمایش کنه؟ متاسفانه چنین تو همچنین است. هنوز هم ما نسبت به نیازی که در جامعه برای تست هست آمادگی کمتر داریم و به همین دلیل هم است که ما میترسیم که قیودات برداشته بشه و ما امکانات تست، امکانات بستری و آمادگی های لازم نداشته باشیم و توقعی است که این روند در واقع بازگشایی ها و برگشت به حالت عادی یک مقدار فاصله داشته باشه. متشکرم ازتون. عبدالحکیم تمنا، رئیس صحت عامه ولایت هرات. سازمان بهداشت جهانی میگوید آمریکای لاتین حالا بزرگترین مرکز شیوع ویروس کرونا در دنیاست. پرو، شیلی، اکوادور و برزیل همگی شاهد افزایش زیاد شمار مبتلایان و جانباختگان هستند. در این قاره برزیل به تنهایی بیشترین تعداد مبتلایان در جهان پس از آمریکا را دارد. در اروپا اما دولت‌ها به تدریج محدودیت‌های رفت و آمد و کسب و کار را کاهش می‌دهند. چین هم اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته مورد جدیدی از ابتلا به کووید 19 دیده نشده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. در قبرستان ویلا فورموسا در ساو پائولو، در پرجمعیت ترین شهر برزیل، به خاکسپاری تازه ترین قربانیان کرونای کشور، قربانیانی که تعدادشون به بیش از 20,000 نفر رسیده. تعداد تلفات و تعداد مبتلایان به سرعت اینجا رو به افزایش است و در این قبرستان کار برای کندن قبرهای بیشتر با سرعت ادامه دارد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، آمریکای لاتین حالا بزرگترین مرکز شیوع کرونا در دنیاست و برزیل در صدر کشورهای این قاره.
جایر بولسونارو رئیس جمهوری دست راستی برزیل که میگفت برزیلی ها در مقابل این ویروس مقاوم هستند، حالا از استفاده از داروی مقابله با مالاریا حمایت کرده. کلوروکوین برای مقابله با ویروس کرونا. اینجا او میگوید دست راستی ها باید کلوروکوین بخورند. دارویی که تازه ترین تحقیقات نشان داده که نه تنها فایده ای ندارد که ممکن است مضر هم باشد. در کولومبیا هم که تعداد تلفات و مبتلایان رو به افزایش است، این شرکت شروع به تولید تخت های بیمارستانی مقوایی کرده که می شود آن را به تابوت تبدیل کرد. راهی برای مقابله با کمبود تخت بیمارستان و تابوت. ایده ای نو از این پیشتاز بازار مرگ و میر. مدیر این شرکت میگوید خیلی ها از پرو، شیلی، برزیل برای خرید تماس گرفتند. او میگوید ایده این تخت مقوایی را از تصاویر گرفته از جمع کردن اجساد از کنار خیابان ها در اکوادور. در آمریکای شمالی با کاهش محدودیت ها حالا قمارخانه ها هم باز شدند، اگرچه با رعایت اصول بهداشتی و فاصله گیری اجتماعی. اما رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد که فرماندارهای ایالت‌های مختلف مراکز مذهبی را هم به روی علاقمندان نمازگزاران باز کند. او می‌گوید مردم می‌خواهند به کلیساها، مساجد و کنیساها بروند و تهدید کرده است که از اختیاراتش برای این کار استفاده می‌کند، اگرچه روشن است که چنین اختیاری ندارد. در آلمان مراکز مذهبی باز شدند و دیروز اینجا در برلین اتفاق تازه افتاد. مسلمانان در گوشه ای از پایتخت که مسجدشان برای نماز جماعت با فاصله گذاری اجتماعی کوچک بود، با دعوت کشیش کلیسای محل در کلیسا نماز خواندند. نشانه ای از همبستگی که تهدید ویروس کرونا در میان مردم با اعتقادات متفاوت ایجاد کرده. کشیش کلیسا که خودش هم در میان نمازگزاران دعا کرد میگوید احساس زیبایی داشت. پیروان دو مذهب به یکدیگر نزدیک شدند. امام جماعت هم میگوید در ماه رمضان این بدعتی بزرگ بود. میگوید ویروس کرونا مردم را به یکدیگر نزدیک کرده است. یکی از نمازگزاران گفت کلیسا و مسجد هر دو خانه خدا هستند. کسرانجی بی بی سی. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. رئیس جمهوری ایران میگوید از فردا اماکن زیارتی بازگشایی می شود. همزمان با جهش ناگهانی شیوع کرونا در آمریکای لاتین، چین در شبانه روز گذشته مورد جدیدی از ابتلا ثبت نکرده. در ادامه برنامه دانستنی های حیاتی درباره موج دوم شیوع کرونا. وزارت خارجه آمریکا در گزارشی گفته ایران در 4 دهه گذشته در اقدامات و حملات تروریستی در بیش از 40 کشور جهان نقش داشته و 360 مورد ترور هدفمند انجام داده. در این گزارش نیروی قدس سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و گروه‌های وابسته به ایران مسئول این حملات خوانده شدند. تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور نیز از دیگر فعالیت‌هایی است که در این گزارش به ایران نسبت داده شده. ایران همواره اتهام‌های مشابه را رد کرده. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، چی بیشتر میدونیم از این گزارش؟ اون که اطلاعات جدیدی در این گزارش نیست، ولی یک مرور فهرستوار هست به اون چیزی که مقام‌های آمریکا در این گزارش میگویند عملکرد جمهوری اسلامی و مقام‌های اطلاعاتی امنیتی ایران بوده برای ایجاد ترس، ترور و ساکت کردن مخالفان در خارج از کشور، یعنی تمرکزش بر فعالیت‌های برون مرزی است. این گزارش هم از وقایعی که مثلا 26 سال گذشته اتفاق افتاده در بمب‌گذاری مرکز یهودیان در آرژانتین تا اتفاقاتی که در سال‌های بعد مثلا در اتحادیه اروپا در حمله به مخالفان رخ داده و دیپلمات‌های ایرانی یا مقام‌های ایرانی یا دستگاه‌ها، گروه‌هایی که به نیابت از ایران مثل حزب الله فعال هستند، متهم شدند که در این ترورها دست داشتند. 360 مورد همطور که در مقدمه آمد رو گفتن که ترور هدفمند انجام شده در این 4 دهه.
و تعدادیشون هم مستقیما دیپلمات‌های ایرانی درشون دست داشتن. اشاره شده به یک مورد دیپلمات ایرانی که الان در زندان هست، در اتریش دیپلمات بوده و الان در بلژیک منتظر هست که محاکمش آغاز بشه، و همچنین دیپلماتی که در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین یا رایزن فرهنگی بوده و متهم هست که در اون بمب‌گذاری دست داشته. در نتیجه مجموعه این از اینها رو کنار هم گذاشتند، و البته اشاره هم کردن به اینکه وزارت خارجه آمریکا و وزارت دارایی آمریکا همین چند روز پیش علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات رو اضافه کردند به لیست تحریم شدگان، که گویند که تبعات مستقیمی اگر فرد در خارج از ایران یا به خصوص آمریکا پولی نداشته باشه براش نداره، ولی برجسته میکنه نقشی که آمریکایی‌ها میگن اون فرد از جمله آقای فلاحیان در این ترورها و کشتارهایی که در خارج از کشور انجام شده در این سالها داشته. درباره تهدید روزنامه‌نگاران هم اشاره هایی شده در این گزارش. اشاره شده به اینکه مقام‌های ایران هم روزنامه‌نگاران از جمله روزنامه‌نگاران BBC رو تهدید کردند، و موردی هم بوده است که گفتن که میایم اون فردی که تهدید کردن رو از لندن به ایران میبریم. آدم ربایی رو در واقع روی میز گذاشتن از جمله از یکی از راه‌های برای ترساندن و ساکت کردن روزنامه‌نگاران، و همچنین اشاره شده به اینکه اقلیت‌های قومی و نژادی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند و منتقد و مخالف عملکرد جمهوری اسلامی در برابر اقلیت‌ها هستند هم شدیداً تحت فشار قرار گرفتند و مورد هدف بودند در این کمپین ترور و سرکوبی که فراتر از مرزهای ایران بوده در این سال‌ها. ممنونم ازت بهمن کلباسی از نیویورک. چند خبر دیگه. جو بایدن معاون باراک اوباما که به احتمال قوی نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود، از سخنانش درباره آمریکایی‌های آفریقایی تبار عذرخواهی کرده. او دیروز در گفتگو با یک مجری رادیویی سیاه‌پوست که تصاویرش رو می‌بینید گفته بود که آمریکایی‌های آفریقایی تباری که به دونالد ترامپ رأی بدهند سیاه‌پوست نیستند. به دنبال واکنش‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی، آقای بایدن از این سخنان ابراز تأسف کرد و گفت که هیچ فردی نباید بر اساس نژاد و دین خود رأی بدهد. رأی آمریکایی‌های آفریقایی تبار برای پیروزی جو بایدن در انتخابات ماه نوامبر آمریکا حیاتی است. ائتلاف تحت رهبری آمریکا میگوید دو نفر از رهبران منطقه‌ای گروه داعش را در حمله‌های هوایی در منطقه دیرزور سوریه کشته. به گفته ائتلاف این حمله با همکاری نیروهای کرد سوریه انجام شد. بر اساس این گزارش هر دو نفر با عملیات تامین سلاح و نفرات برای انجام حملات داعش در عراق و سوریه ارتباط داشتند. این حمله که امروز خبرش منتشر شد در اصل 5 روز پیش انجام شده. وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که از امروز در هر حوزه امنیتی پایتخت که با استفاده از موتورسیکلت ترور اتفاق بیفتد، رئیس پلیس و مسئولان حوزه برکنار می‌شوند. با افزایش ترور و جرایم جنایی در شهر کابل، وزارت داخله از یک ماه پیش تردد موتورسیکلت را در سراسر پایتخت ممنوع اعلام کرده. در تازه‌ترین مورد، دیروز افراد موتورسوار به 2 سرباز پلیس در کابل حمله کردند که یکی از آنها کشته و دیگری زخمی شد. نائومی اوزاکا، ستاره ژاپنی آمریکایی تنیس، پردرآمدترین ورزشکار زن جهان شد. او حالا از سرنا ویلیام سبقت گرفته. مجله فوربس نوشته که خانم اوزاکای 22 ساله در سال گذشته بیش از 37 میلیون دلار از مسابقات و فعالیت‌های تبلیغاتی درآمد داشته. پیش از این سرنا ویلیامز برای 4 سال پیاپی پردرآمدترین ورزشکار زن جهان بود. بعضی از کشورها در حال کاهش محدودیت‌های قرنطینه برای مقابله با شیوع کرونا هستند. در این حال نگرانی‌ها در مورد شروع موج دوم شیوع در این کشورها بیشتر شده. کریس موریس خبرنگار BBC نگاهی کرده به عواملی که ممکن است باعث ایجاد موج دوم همه‌گیری کرونا در کشورها شود. ممکن موج دوم کووید 19 از راه برسه؟ تاریخ مطمئناً در این باره هشدار می‌دهد. زمان قرون وسطا طاعون شیوع پیدا کرد. بعد از اون چند بار طاعون گاوی شیوع پیدا کرد. یک قرن پیش آنفولانزای اسپانیایی برای مردم جهان دردسرساز شد. اطلاعات دقیقی در مورد تعداد مبتلایان نیست، اما این جنبندی هست که موج دوم قربانی بیشتری گرفت. نظام‌های درمانی به خوبی الان نبودند. همینطور فناوری و یا اطلاعات پزشکی.
اخیراً از موج دوم بیماری‌های مثل سارس و مرس جلوگیری شد. اونها به گستردگی کووید 19 شیوع پیدا نکرده بودند. اما همه‌گیری‌هایی مثل آنفلوانزای خوکی موج دوم داشتند. اما حالا این برای ما چه معنی داره؟ اول اینکه ویروس‌ها شبیه هم نیستن و همه‌گیری‌ها و بیماری‌ها به یک صورت اتفاق نمی‌افتند. اما می‌دونیم که بیماری‌های واگیردار زمانی منتقل می‌شن که افراد مبتلا با افراد سالم تماس برقرار کنند. تا زمانی که تعداد افراد مبتلا شده به طور متوسط از یک نفر بیشتر باشه، شیوع ادامه پیدا می‌کنه. این چیزیه که بهش عدد R میگن. نگه داشتنش سیره یک خیلی مهمه. برای همینه که اقداماتی مثل فاصله گذاری اجتماعی و ردگیری تماس برای مدتی بخشی از زندگی همه ما میشه. همینطور باید در مورد مدت زمان دوام ایمنی کووید 19 در افرادی که بهش مبتلا شدن رو بدونیم. بعد باید ببینیم که آیا نوع فصلی خاصی از شیوع این بیماری هست یا نه. متخصصان هشدار دادند که ممکنه این بیماری دوباره در زمستان همزمان با آنفلوانزا در اروپا و آمریکا شیوع پیدا کنه، زمانی که نظام‌های درمانی تحت فشار شدید هستند. اونها با دقت مراقبن که ببینن آیا ویروس جهش پیدا می‌کنه که کشنده‌تر و یا کم اثرتر بشه. پس عوامل زیادی هست که باید در برنامه‌ریزی برای موج دوم در نظر گرفته بشن. مطمئناً نمیشه گفت که موج دوم به وجود میاد، اما تولید یک واکسن قابل اطمینان میتونه روند رو به شدت عوض کنه. اما تا اون زمان اگه در تغییرات اقدامات احتیاطی اشتباه بشه، ویروس ممکنه با سرعت بیشتری منتشر بشه. گزارشی بود از کریس موریس و این بخش خبر رو با تصاویر جالبی به پایان میبریم از یک بچه گربه، یا در واقع دو بچه گربه در یک بدن. همونطور که در این تصویر میبینید، این بچه گربه دو سر در یک بدن هستش. گربه مادر در اورگان آمریکا 6 توله زایید که یکیشون دو صورت، دو بینی و 4 چشم داره. اینا صاحبانشون هستن که میگن که خیلی تماس گرفتن و میخوان این بچه گربه و کل خانواده رو بخرن، ولی صاحبانشون حاضر نیستن که بفروشنشون. گفتن که این بچه گربه حالش خوبه و امیدوارن که بتونه بزرگ بشه. ما هم امیدواریم که بزرگ شدنش رو ببینیم. و تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما ببینید. میتونید برنامه‌های تلویزیون و رادیو رو هم در سایت بی بی سی فارسی دنبال کنید. اطلاعات مربوط به برنامه‌های تلویزیون فارسی بی بی سی و صوت پخش هم میتونید از طریق سایت ما به دست بیارید. آدرس ما هست bbcpersian.com. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.